من مجید رضا مصطفی هستم، سال 1363-1984 توی شهر اصفهان به دنیا آمدم. از پدری که اصالتا اصفهانی و مادری که تهرانی به بزرگ شده دنیا آمده، بزرگ شده تهران. نحوه آشنایی و علاقه مندیم به سینما در 13 سالم بود که با جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان به سرپرستی مرحوم زامن قوکاسیان آشنا شدم و اونجا داور کودک و نوجوان بودم. زامن قوکاسیان به عنوان یه منتقد و استاد سینما خیلی تأثیر روی نسل جوانی که هم سن و سال منن داشت و خیلی از کسایی که اون سالها تو اصفهان درس میخوندن بعدن به سینما اضافه شدن و توی سینما حرفه ایران دارن کار میکنن به عنوان کارگردان، بازیگر و فیلم بردار. آسیما توی فیلم اجتماعیه که داره مسائل روز جامعه ایرانی رو بیان میکنه بدون اینکه بخواد قضاوت بکنه یا برخلاف نظر دوستان تو ایران که فکر میکنن که آستیگمات یا فیلم های از جنس آستیگمات سیاه نمایی، اصلا قرار نیست که سیاه نمایی کنه. داره روایت صادقانه ای از این چند سال زندگی مردم ایران تو این شرایط عجیب ایران روایت میکنه. ببینید، در مورد آستیگمات بخوام صحبت کنم، آستیگمات یه مسیر سختی از روزی که قرار بود که مجوز ساخت بگیره تا همین امروزی که من اینجا نشستم و مجوز نمایش خانگی ندارم، یه مسیر حدوداً 3-4 ساله سختی من طی کردم. روزی که من درخواست پروانه ساخت کردم تو ایران، چون میدونن که پروانه ساخت تو ایران چه شرایطی داره، حدود یک سال طول کشید که پروانه ساخت بگیرم. بعد از جشنواره ملی فیلم و لحظه آخر شب چیز به خاطر اصلاحات و مسائل ممیزی کنار گذاشتن و بعد تو جشنواره بین الملل فجر تو بخش مسابقه بود. بعدم از اون زمان تا وقتی که میخواست اکرام بشه حدود یک سال طول کشید که پروانه نمایش بدن با حجم اصلاحات گسترده. اکران ناقص 3 هفته فیلم آوردن پایین و حالا هم که قراره که توزیع شبکه نمایش خانگی بشه فیلم بهش مجوز ندادن. تمام اینا ما قبل از این اتفاقات، موقع نگاره، چون من نویسنده، کارگردان و تهیه کننده هستم، اون خلق اولیه اون خیلی برای من جذابیت داره. هر چیزی که قراره که شما روی فیلم میبینید، من قبلش 0 تا 100ش روی کاغذ آوردم. اون مرحله است که خیلی برای من جذابیت داره. مقطع خود فیلم برداری هم مقطعیه که چون همه چیزو میدونیم، یعنی که فیلم دو تا فیلم من مثلا مجموعه شاید 70 روز با هم، دو تا 30-35 روز فیلم برداری شده. اصلا فیلم برداری 100 روز هر فیلمی رو ندارم، به خاطر اینکه تو پیشتولی یا تو مرحله نگارش همه اتفاقا برای من به عینیت رسیده و وقتی میبینیم سر کار تو مرحله پیشتولی هم با همه اعضای فیلمم، چون تموم میکنیم که قراره که چه اتفاقی بیفته، اون مرحله هم مرحله خوبیه. ولی جذاب ترین مرحله مرحله نگارش فیلم نام است برای من. با توجه که من متاثر از سینمای خب فیلم های نئورئالیسم ایتالیا روم خیلی تاثیر گذاشته دهه 50 و 60 میلادی و سینمای اجتماعی دوست دارم، ترجیح هم اینه که دنبال قصه و بیان مشکلات گسترده تری از طبقه از جامعه برم که فراموش شدن، ولی فراموش بکنم که این قصه کجا در اتفاق میفته. یعنی میتونه این قصه‌ای که دارم روایت کنم تو تهران اتفاق بیفته، میتونه همینجا تو پاریس اتفاق بیفته یا هر جای دنیا. خیلی برام سعی میکنم که جغرافیا رو در نظر نگیرم. اینو میدونم که بیان مسائل انسانی فارغ از رنگ پوست و نژاد و دین و جغرافیاست و همیشه وقتی دارم طرحی رو یادداشت میکنم یا دارم به طرحی فکر میکنم، یکم هم فکر میکنم که آیا امکان داره که این خارج از ایرانم اتفاق بیفته این قصه، و یکم نزدیک شد بهم که آره امکان داره که این هر جای اتفاق بیفته، مطمئن میشم که جای دیگه هم میتونن باش ارتباط برقرار کنن. چون برام مهمه که غیر از تماشاگر و بیننده ایرانی جای دیگه هم باش بتونن ارتباط برقرار کنن.
قبلا این کارو میکردم، قبلا یه دوربین پی دی 170 سونی داشتم و یه آرشیو زیادی از فیلم های مینی دی وی داشتم که هر دفعه این فیلم تموم شد یه فیلم جدید میذاشتم. مثلا در مورد مثال میزنم، این قضیه بالا خب 15 سال پیشه، مثلا آداب رانندگی از مثلا دیدنش از ساختمان های بلند، مثلا از بالا من مثلا خیابان های مختلف رو میگرفتم، مثلا نیم ساعت یک ساعت اینا، یا مثلا در مورد مثلا میرفتم شمال در مورد مثلا رابطه انسان و طبیعت، حالا دریا جنگل، آره انجام میدادم. بعدها مثلا امکان داره مثلا مثل خود همین فیلم آستیگمات که چندین قصه ما کوچیک داریم به یه تنه اصلی قصه همزمان همه دارن میان بالا، امکان داره که ها نمیدونم واقعا، ولی تو ذهن من هر کدوم از این قصه ها شاید از یه جایی از همین ها اومده. فیلم مستندم خیلی دیدم، یعنی که این 20 سال گذشته هر مستندی، یعنی که از مستندهای بی بی سی و سی ان ان گرفته در مورد مثلا ورزش، در مورد زندگی، در مورد طب و پزشکی، تا مستندهای در مورد زندگی افراد مختلف. شاید به خاطر همینه که منتقدین از بازی‌های دو تا فیلم من خیلی تعریف کردن و بازیگرا فکر کنم که تو این دو تا فیلم من خیلی بهترین بازی‌هاشون بوده. به خاطر این شاید این همین گذشته مثلا متأثری که از فیلم‌های مستندم هست، شاید اینم تأثیر گرفته، و یا اینکه مثلا در مورد اینکه جای دوربین و نوع نگاه من توی فیلم دیده نمیشه، مثلا تو آستیگمات مثلا اصلا میگن که جای دوربین دیده نشه، شاید اینا رگایی و ریشه‌ای تو اون قضیه داره. آره واقعا دوست دارم هر کسی که هر جایی داره کار میکنه، تو هر پوزیشن و تو هر جایگاهی که هست و در هر منطقه‌ای که هست، بتونه که بدون دغدغه به کارش بپردازه. اگه یه کسی صنعتگره، شرایطی براش به وجود بیاد که بهترین کار و بهترین ایده و خلاقیتی که فکر میکنه داشته باشه از خودش مثلا خلق کنه. سینماگرم همینجور، سینماگرم بدون این، حالا شاید بگم بچه‌ای هم که دارن هنر کار میکنن، یکم محدودیتی که وجود داره، محدودیتم هر جایی میتونه که هر شکلی باشه وجود نداشته باشه، دوست دارم هر کسی که واقعا هر جایی که کار میکنه بدون دغدغه فکری و مادی به اون خواسته‌ای که داره براش تلاش بکنه حداقل.